ما درس هایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و میخوایم در این درس های مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش های کافی ندیدند درس هایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟ سلام عزیزان روز شما به خیر امیدوارم در هر جا که هستید و شنونده و بیننده برنامه ما هستید در سلامتی و خوشی خداوند زندگی کنید و فیض خداوند ما بر شما و زندگی شما حاکم باشه کشیش فرهاد سبوک هستم و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم تا با درس های اصول ایمان مسیحی بتونیم در خدمت شما باشیم و تعالیم کلام و خدا رو در اختیار شما بذاریم از جلسه قبل ما بحثی رو و درسی رو تحت عنوان تعهدات یک مسیحی شروع کردیم و امروز هم خواهیم قسمت دوم این درس رو خدمت شما تقدیم بکنیم اما قبل از اینکه درس دوم رو شروع کنم میخوام مروری بر درس گذشته داشته باشم یک مرور خیلی سریع در بحث تعهدات مسیحی خدمتون ارز کردیم که یک مسیحی متعهد هست و یک تعهداتی داره تعهدات یک فرد مسیحی رو در چند دسته به عبارتی دست بندی کردیم در کلیسا یعنی به عبارتی یک مسیحی در کلیسا در خانه خدا یک سری تعهداتی داره و همینطور در جامعه در میان انسانها و در خانواده خودش ما در درس هفته گذشته گفتیم که ما به عنوان یک مسیحی در کلیسا متعهد هستیم که کلیسامون رو حمایت بکنیم هم از بعد مالی و هم در خدمت و خدمات که از دست ما برمیاد یک مسیحی آماده است تا هر خدمتی رو که میتونه برای پیشرفت ملکوت خدا انجام بده به کار بگیره و استعداداش رو در خدمت خداوند صرف کنه حفظ وحدت در کلیسا در بدن مسیح ایمانداران موظف هستن اون یکدلی و وحدت رو و یگانگی و روح رو در کلیسا حفظ بکنن و همینطور حفظ و بهبوده تصویر کلیسا در جامعه مردم ایسای مسیح رو ندیدن مردم خیلی اطلاعات عمیق و پیچیده ای اکادمی که مسیحی ندارن ولی مردم من و شما رو میبینن و ما رو الگو و نمونه ی یک فرد مسیحی میبینن و هر آنچه که از ما سر میزنه اونو به حساب مسیح و مسیحیت میذارن پس عزیزان ما با عنوان مسیحی و کسی که نام مسیح روی ماست و به عبارتی نمایندگان و سفیران عیسی مسیح هستیم موظف هستیم که یک نمای زیبا و صحیح و کتاب مقدسی از مسیحیت به جهان عرضه بکنیم اما تعهدات دیگر مسیحیان چی هست؟ یکی دیگر از تعهدات که ما داریم و, خداوند از ما انتظار داره اینه که در جامعه با یک مسیحی تعهدات خودمون رو به جا بیاریم شاگرد مسیح نسبت به جامعه به عنوان یک کل جامعه به عنوان یک کل حداقل در دو زمینه تعهدات جدی داره اول در محیط کسب و کار و دوم در جامعه به طور عام در محیط کسب و کار ما میتونیم در واقع بگیم شاید در چند قسمت ما تعهد داریم قسمت اول در محیط کسب و کار به عنوان یک حقوق بگیر حالا کارمند هستیم کارگر هستیم هر, هر شغلی که داریم به عنوان کسی که حقوق بگیر هستیم و متعهد هستیم در ازای پولی که میگیریم اجرتی که میگیریم خدماتی ارائه بدیم پولس رسول در رساله افسوسیان باب 6 آیه 5 تا 8 خطاب به غلامان مسیحی یا کارکنان مسیحی میگه که به عنوان غلام مسیحی آقایان بشری خود را اطاعت کنید کلام خدا اینجا در واقع نه به ضد غلام بودن نه به نفع غلام بودن صحبت میکنه اصلا موضوع صحبت پولس این نیست که حالا ما بردهداری و غلامداری رو تایید میکنیم یا نه پولس میخواد بگه که تو در هر جایی که هستی در هر جایی که کار میکنی حتی اگر غلام کسی هستی خب در زمان پولس غلام داشتن بسیار مرسوم و متداول بود در هر پست و پوزیشنی که خدمت میکنی و کار میکنی تو باید مسئولیت خودت رو به نحو احسن به جا بیاری چرا؟ چون در ازای اون پولی که داری میگیری تو متعهد هستی که اون تعهدات خودت رو به جا بیاری یادم میاد سالها پیش وقتی که من قبل از که به صورت تمام وقت و فولتان وارد خدمت و خدا بشن در اداره کار میکردم و من مسئول یک قسمتی بودم و پرسونل و کارمندان زیادی در کنار من و تحت امر من خدمت میکردن یه روز یکی از دوستان اومد به من گفت که حقوق من خیلی پایینه و در ازای شغلی که دارم انجام میدم و کاری که از من میکشن حقوق من خیلی ناچیزه و من به او گفتم دقیقا صحبت تو درسته و من خواسته تو رو و مشکل تو رو نس... به مسئولین منعکس میکنم و اونجا صحبت میکنم و از تو حمایت میکنم که حقوق تو رو ببرم بالاتر اما یه چیز میخوام به تو بگم تا زمانی که در مورد حقوق تو تجدید نظر بشه یا نشه و من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد تو موظفی وظایفی رو که پذیرفتی و در ازای این مبلغ هرچند که ناچیز قرارداد امضا کردی وظایف خودت رو انجام بدی چون تو قانونا متعهد شدی در قبال انقدر حجم کار انقدر حقوق بگیری من میدونم حقوق تو کمه میدونم کار تو زیاده ولی تو متعهد هستی که وظیفه خودت رو به خوبی انجام بدی و ایشون رو متقاعد کردم که صرفا به خاطر موضوع کم بودن حقوق کیفیت کار رو خراب نکنه و کیفیت کار رو از بین نبره چون تمام اون قسمت دچار اختلال میشد و همه ما زیر سوال می رفتیم پس زمین این که این دوستم رو و همکارم رو به ادامه کار تشویق کردم وقتی که داشتم این درس رو آماده میکردم، به یاد پولس رسول افتادم که در همون رساله افسوسیان که در ابتدا خدمتون عرض کردم اینطور میگه ای قلامان طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویا از مسیح اطاعت می کنید اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می‌خواهید دیگران را خوشنود سازید بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از دل و جان به جا آورید و خدمات خود را با میل و رقبت انجام دهید مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را زیرا میدانید که خداوند به هر کس خواه غلام خواه آزاد موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد این الگو رو در جهان امروز میتونیم به عنوان رابطه کارگر و کارفرما در نظر بگیریم کسی که حقوق بگیره و داره کار میکنه خب پس این به اون معناست که یک مسیحی در هر جایی که کار میکنه متعهد هست با کمال خوشی وظیفه ای رو که پذیرفته در امانت و وفاداری درست و صحیح به جا بیاره شاید بعضی وقتا حتی ما مسیحیان و ایمانداران وسوسه میشیم و خودمون رو محق میدونیم که یک جاهایی از کار حتی غفلت بکنیم من دیدم حتی بعضی وقتا مسیحیان سر کار وقتی مشغول کار هستن مشغول خدمات بشارتی میشن پیغام انجیل عیسی مسیح رو به همکارانشون میرسونن و راجع به انجیل صحبت میکنن که من غیرت اونها رو تحسین میکنم و این خیلی عالیه ولی عزیزان اگر قرار باشه که تمام تایم و ساعت کاری رو که ما متعهد هستیم خدماتی انجام بدیم بخوایم حتی صرف خدمات بشارتی بکنیم آیا فکر میکنید این کار درسته؟ من نمیگم که در اداره یا محل کار یا هر جا که هستیم اگر دوستانی هستن که واقعا دلشون به روی خدا بازه و یا شرایطی هست که میتونیم انجیل عیسی مسیح رو به اون رو بشارت بدیم غفلت بکنیم ولی فراموش نکنید که ما اون پور رو نمیگیریم که به مردم بشارت بدیم ما اون پور رو میگیریم که کار کنیم من این رو میگم چون میخوایم واقع بینانه به مسائل نگاه بکنیم اگر شما میبینید دوستاتون مشتاق هستن اونا رو به یه چای و قهوه دعوت کنید به پارکی به یک کافی شاپی و اونجا بشین با اونا راجع به مسیح صحبت بکنید ولی وقت کار رو به کار بدین و حتی در این قسمت نمونه باشین. من مطمئن هستم نمونه بودن یک مسیحی در محل کار بزرگترین شهادت و نمونه میتونه باشه دوم مسیحی در, مقا... در مقابل کارفرما و طرف تجاری تا اینجا ما به عنوان یک مسیحی به عنوان کسی که کار میکنه و حقوق بگیره صحبت کردیم حالا اگه یک مسیحی خودش کارفرما باشه چی پولس رسول در افسوسیان باب 6 آیه 9 بعد از اینکه با مسیحیان حقوق بگیر صحبت میکنه و از اونها انتظار داره که وظایف خودشون رو درست انجام بدن حالا به کارفرما هم توصیه میکنه از کارفرمایان مسیحی میخواد که با کارکنان خودشون در محبت مسیحی رفتار بکنند ای اربابان شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمیشود پس کارکنان حقوق بگیران وظایف خودتون رو خوب انجام بدید اربابان صاحب کاران نسبت به غلامان بی انصافی نکنید کار کنان، هوای اربابتون رو صاحب کارتون رو داشته باشید شما حافظ منافع اونها هستید اربابان صاحب کاران شما به داد کارگراتون برسید حق اونها رو ضایع نکنید و ببینید کلام خدا چقدر حواسش هست و در این قسمت هرچند در آیات کوتاه ولی ما رو مجاب میکنه که ما چه کار... کارگر باشیم حقوق بگیر باشیم چه صاحب کار هر کدوم از ما در جای خودمون باید بدرخشیم یک شاگرد مسیحی در مقام کارفرما و صاحب شغل آزاد موظف انصاف و عدالت رو در رابطه کاری و تجاری رعایت بکنه و انصاف رو مد نظر داشته باشه و نفع افراد زیر دستش رو زایع نکنه بلکه منافع اونها رو مد نظر داشته باشه عیسی مسیح در موعظه بالای کوه در انجیل متا با پای پنج، شیش و هفت که معیارها و استانداردهای ملکوت خدا نامیده میشن از شاگرداش میخواد که گرسنه و تشنه عدالت باشن خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی خدا هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد متا پنج آیه شیش ما به عنوان چه کارگر چه کارفرما چه حقوق بگیر چه صاحب کار چقدر واقعا گرسنه و تشنه عدالت هستیم که در مقابل زیر دستان خودمون عدالت خدا رو رعایت بکنیم و این امر باید در همه ابعاد خدمتی و زندگی ما رعایت بشه و اکنون عزیزان میخوام درباره یه بخش دیگه ای از تعهد یک فرد مسیحی با شما صحبت کنم بخش دیگری که به جامعه ما مربوط میشه پس تعهد دیگر یک مسیحی در جامعه و به صورت عام هست اگر از تعهد در واقع محیط کسب و کار رد بشین حالا در جامعه ما نیز به اون یک مسیحی تعهدات خاص خودمون رو داریم ما به عنوان کسی که عضو جامعه هستیم باید تلاش بکنیم که جامعه سالم و صحیح داشته باشیم ما در اجتماعی که زندگی میکنیم مسئول هستیم شاید بعضی وقتا ما ایمانداران فکر میکنیم که چون ایمان آوردیم و به ملکوت خدا تعلق داریم دیگه کاری با جامعه و محل زندگی و جایی که داریم زندگی میکنیم نداریم و هر اتفاقی که میخواد بیفته بزا بیفته همونطور که در آیات قبلی گفتم مسیح از ایمانداران این انتظار رو داره که گرسنه و تشنه عدالت ای باشند این دستور تکلیف ایمانداران رو به وضوح روشن میکنه که یک مسیحی باید در جهت برقراری صلح در انجیل متا باب پنج آیه نو خوشا به حال صلح دهندگان و عدالت راستی تلاش بکنند پس ما در جامعه ای که زندگی میکنیم هم مسئول هستیم پولس رسول در رومیان باب 13 آیه یک تا هفت از مسیحیان میخواد مطیع قدرت های برتر شوند در دنیای مدرن قدرت برتر به معنای مجموعه قوانین و استانداردهایی هست که مبنای اداره جامعه هستند مسیحی موظف به اجرای صحیح قوانین و مقررات دولت و جامعه هست البته میدونم که در اینجا ممکن سوالی پیش بیاد که اگر دولتی که در اون زندگی میکنیم جامعه که در اون زندگی می کنیم قوانینی داشته باشه که ضد ایمان و ضد اعتقادات مسیحی ما باشه چه کار باید کرد که این عزیزان این موضوع در مبحث امروز ما در تعلیم امروز ما نمی گنجه بعدم شما میتونید تماس بگیرید با خادمینتون با کلیسا و یا شبکایی که از اونجا تعلیم میابید و در این قسمت بیشتر شما رو راهنمایی خواهند کرد اما یک مسیحی موظفه که علاوه بر اجرای قوانین و مقررات صحیح و درست و اونهایی که ضد خدا و ضد الهی نیستن جامعه رو بهبود ببخشه و از طریق صحیح و قانونی تلاشهاش رو به جلو ببره برقراری راسی و درستی در مناسبات اجتماعی و روابطی که در جامعه با سازمانها و نهادهای گوناگون داریم یکی از وظایف ما مسیحیان هست شاگرد مسیح در هر عمل و فعل خودش در جامعه درستی و راستی رو باید مبنای عمل کرد و خودش قرار بده و فراموش نکنید که این شعار که میگه گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو شاید یه جاهایی همیشه درست نباشه از این جهت عزیزان ما باید مواظب باشیم که در حضور خدا روسفید و موفق زندگی کنیم تعهد دیگر یک مسیحی نسبت به انسان هاست ورود خدا به جهان برای ایجاد تغییر یا بهبود بین قوانین و مقررات حاکم بر روابط خدا و انسان نبود بلکه مسیح اومد تا یک تغییر بنیادی در شیوه تفکر و ارزش ها به وجود بیاره و عصر نوین مسیحایی رو با یک نگرش جدیدی پایگذاری بکنه دید خدا نسبت به انسان ها ثابته خدا در دیدش اشتباه که نکرده که الان بخواد عوض بکنه خدا همون تفکری رو نسبت به ما امروز داره که در بد به خلقت داشت همون آرزوها رو داره همون محبتی رو داره که از ابتدا داشت کار خدا درسته و تغییری در اون ایجاد نمیشه اما این روابط ما هستند که تحت تأثیر فیض مسیح و کاری که مسیح در زندگی ما انجام داد این روابط ما باید اصلاح بشن در عهد عتیق در شریعت میبینیم که شریعت بر انسان ها حکومت میکنه شریعت تعیین میکنه که انسان ها چه کار باید بکنن اما در جامعه نوین مسیحایی این انسانه که ارزش داره و کلام خدا به ما یاد میده شریعت برای انسان آمد انسان برای شریعت نیامد در واقع خلقت انسان بر شریعت مقدم بود روزی که خدا انسان رو آفرید هنوز هیچ شریعتی وجود نداشت بعدها بود که شریعت به وجود اومد پس کلام خدا میخواد بگه انسان ارزش عرضش داری ارزش تو حتی بالاتر از شریعته ارزش تو بالاتر از همه چیزه چون تو شبیه خدا آفریده شدی تو فرزند خدایی روح خدا در توست و اگر انسان خطا نمی کرد هیچ وقت نیاز به شریعتی نبود پس شریعت اومد که یک, ن... یک مقدار نظام و سازماندهی به زندگی های ما بده پس این انسانه که ارزش داره و خون نجات بخش مسیحه که برای انسان ها ریخته شد برای اینکه این انسان از هر رنگ و پوست و رنگ و نجات باشه نجات پیدا کنه و برای مسیح مهم نیست که ما مسیحی زاده هستیم یا مسیحی زاده نیستیم آسیایی هستیم اروپایی یا آفریقایی همه ما احتیاج به فیض و رحمت و خدا داریم نجات یافتگان یعنی ایمانداران که به حقیقت عالی و مطلق نجات به وسیله قربانی مسیح دست پیدا می کنن حالا مسئولیت سنگینتری نسبت به انسانها پیدا می کنن. پس عزیزان مسئولیت من و شما نسبت به جامعه انسان ها و جامعه بشری بیشتر از دیگرانه میدونید چرا؟ چون من و شما فیض خداوند رو یافتیم حالا افکار ما تنویر شده افکار ما باز شده ما تازه داریم یاد میگیریم از دیدگاه الهی ما به عنوان انسان در چه جایگاهی باید قرار بگیریم از دیدگاه مسیح انسان محکوم نیست از دیدگاه مسیح این گناه که محکومه در انجیل یوحنا باب 8 آیه 1 تا 8 داستان یک زن زناکار رو میخونیم که این زن زناکار رو در حین عمل زنا دستگیر میکنن و میارن نزد مسیح و به مسیح میگن که ای استاد تو چه فرمانی صادر میکنی و یهودیان که طبق شریعتشون فرد زناکار رو زن زناکار رو قانون داشتن که باید سنگسار بکنن منتظر فرمان مسیح به جهت سنگسار بودن اما عیسی مسیح با یک حرکت انقلابی و با یک تفسیر جدید و ارائه یک برداشتی جدید اعلام میکنه کدام یکی از شما تا حالا زنا نکرده هر کی گناه نکرده اولین سنگ رو بزنه و کلام خدا میگه همه گذاشتن رفتن اما عیسی که واقعا بی گناه بود و او حق داشت فتوایی اعلام کنه یا اینکه دستور قتل او رو صادر کنه یا حتی خود او اولین سنگ رو بزنه به اون زن چی گفت به اون زن گفت که برو دیگر گناه نکن چرا؟ چون گناه که مزمومه انسان ها ارزش دارن و خدا رو شکر برای ایسای مسیح خداوند که یک،, یک حرکت جدید و نوینی رو با خودش به همراه آورد و نشون داد که انسان ها در جامعه ارزش دارند همینطور میبینیم که مسیح خداوند در موعظه بالای کوه از شاگردانش میخواد تا در ارتباط با انسانها در جامعه رحم کننده باشند صلح دهنده باشند و به انسانها با نگاه رحمت خدا نگاه کنند. در انجیل متی باب 5 آیات 7 و 9 اینطور میگه خوشا به حال آنانی که مهربان و با گذشتند زیرا از دیگران گذشت خواهند دید خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد به این معنا که در برخورد با انسانهای دیگر دارای انصاف و رحمت باشیم و در مناسبات انسانی خود درستی و انصاف رو رعایت بکنیم همینطور میبینیم که در یک جایی در انجیل عیسی مسیح به یک زیافتی دعوت میشه به خانه متا انجیل متا باب نه آیه نه تا 13. رو میتونیم در این خصوص نگاه کنیم در این ضیافت می‌بینیم که عیسی علیرغم اینکه هرگز گناه نکرده بود با گناهکاران معاشرت می‌کنه. چرا؟ که او به نجات اونها می اندیشید. یک گناهکار هم باید نجات پیدا کنه. یک زناکار، یک باجگیر، یک خطاکار هم باید نجات پیدا کنه و اگر ما اینها رو قبول نکنیم، به عنوان یک انسان و به اونها نزدیک نشیم و کلام خدا رو به اونا بشارت ندیم پس اینا چطور باید نجات پیدا کنن اما یه چیزی رو باید نباید فراموش بکنیم اطرافیان مسیح وقتی که میدیدن مسیح نزد گناهکاران میرفت و به اونا بشارت میداد لقب دوست گناهکاران رو به او دادند مسیح دوست گناهکاران بود مسیح گناهکاران رو به عنوان یک انسان به عنوان کسی که خلقت خداست دوست داشت مسیح انسان رو به عنوان کسی که فری به شیطان رو خورده دوست داشت اما از گناه متنفر بود مسیح با گناهکاران دوست میشد به اونها نزدیک میشد کلام خدا رو به اونها بشارت میداد ولی شریک گناهان اونها نمیشد اگر اونها توبه میکردن ایمان می وردن به, فر... به گروه شاگردان ملحق میشدن و فرزند خدا میشدن و مسیح اونها رو کمک میکرد که اصلاح بشن ولی اگر توبه نمیکردن و حاضر نبودن از گناهانشون دست بکشن مسیح اونها رو رها میکرد و میرفت دنبال خدمتش عزیزان در این قسمت خیلی باید مواظب باشیم من میدونم خیلی از ماها این غیرت رو داریم که بریم پیغام انجیل رو حتی به کسانی که هیچ کس اونا رو قبول نداره برسونیم ولی مواظب باشیم قاطی اشتباهات و آلوده گناهانی که در اون محافل هست نشیم مبادا در حینی که میریم خدمت بکنیم در اونجا آسیب ببینیم و نجاتمون خدشه دار بشه آخرین تعهدی که یک مسیحی داره و میخوام راجع به اون صحبت کنم خانواده است که در واقع این یکی از تعهدات بسیار مهم ما مسیحیان هست طبق فرمایشات مسیح در بالای کوه طلبیدن ملکوت خدا و عدالت در زندگی اولویت هر شاگرد مسیح هست در انجیل باب 6 آیه 25 الاسی و 4 در آیه 33 مسیح به طور خاص میگه اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید او همه این نیازها رو به شما خواهد داد اجرای اراده خدا و تحقق فرامین و خواسته های او در مرکز اولویت های زندگی ما باید قرار بگیره و این امر جز با تسلیم کامل به روح القدس و درک صحیح و اطاعت از کلام خدا امکان پذیر نیست. اگر رابطه انسان با خدا صحیح باشه بقیه مسائل زندگی در جای مناسب خود قرار می گیرند. یکی از دلایل اینی که مناسبات ما حتی با اعضای خانوادهمون خوب نیست چون مسیح در اون جایی که باید در زندگی ما باشه قرار نداره. بعد از خدا اولویت در زندگی ما خانواده است. بعضیها فکر میکنن بعد از ایمان و زندگی با خداوند اولویت خدمت بشارت کلیسا و, و خیلی چیزهای روحانی خوب هست بله آمین اینا هستن اما اولویت با, خدا، با خانواده است. من ترجیح میدم یک مسیح خوب و وفادار باشم و با خانوادهم به ملکوت خدا برم و اونها رو در مسیر ملکوت تربیت بکنم و از کلام خدا با اونها صحبت بکنم تا اینکه یک مسیحی بسیار بزرگ و نامداری باشم ولی کم از خانواده من به مسیح ایمان نیاورده باشن. من هیچ وقت دوست ندارم که یک مسیحی خیلی بزرگ و جهانگشا باشند، هزاران و میلیون ها نفر توسط های من توبه بکنند، اما اعضای خانوادم به جهنم برن. برای من خیلی بهتره که یک مسیحی ساده و وفادار ولی به همراه خانوادم باشند. پس عزیزان، چقدر مهمه که ما به خانواده وقت بدیم، به همسر و فرزندان. و در یک خانواده مسیحی متحد و یک دل و یک پارچه بتونیم برای پیشرفت ملکوت خدا فکر کنیم و کلام خدا خانواده رو با عنوان یک ستون در, در کلام خودش معرفی میکنه ستونی که میتونه کمک بکنه که ملکوت خدا پیشرفت بکنه پس با عنوان یک مسیحی ما نسبت به خانواده تعهدات بسیار ویژه ای داریم زن و شوهر و فرزندان هر کدوم ستونی هستن در خانواده مسیحی که باید برای برقراری اونها و در راستی زندگی کردن اونها و تربیت درست اونها با هم متحد بشیم و دعا کنیم و فکر کنیم عزیزان بیاید با هم دعا کنیم خداوند به ما فیض بده که به عنوان یک مسیح متحد و خودمون رو به خوبی به جا بیاریم خداوند دو تو رو شک میکنم برای این حقایق حقایقی که کلام تو اونها رو به ما یادآور میشه و خداوند ما رو از غفلت نسبت به این تعهدات برحذر میداره ما رو کمک کن که با امان یک مسیحی در هر قسمت خداوند رو نمونه باشیم و تعهدات خود رو به جا بیاریم و به صرف مسیحی بودن از زیر بار تعهداتی که به انسانها جامعه محیط کار کلیسا و خانواده داریم از اونها شونه خالی نکنیم خودمون به دستات میسپاریم به نام مسیح خداوند آمین فیض خداوند ما همراه شما باشه مطمئنم خداوند اون قوت لازم رو به شما داده و خواهد داد خدا فیض شما هستم